هست. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. یاد همین آقایه افتادم، انقدر چیز میگه، یکی هست الان جدیدا تو اینستاگرام خیلی هم معروف شده، میگه حالتون خوبه، ادای حال بدا رو در نیارین. یه لحظه یادمون افتاده. امیدوارم که این تایم از سال که میدونم سر همه خیلی شلوغه و کلی هم انرژی ازشون گرفته میشه، به خاطر اینکه هر کارهای محیط اداریشون رو انجام بدن و کارهای حالا بیزینس شخصیشون رو انجام بدن، ساعت 7 تا 9 شب هم میان میشینن گوش بکنن که من دارم چی توضیح میدم. به نظر من شما خیلی آدم های باحالی هستین و یه همچین آدمایی میان این موقع از شبانه روز وقت بذارن برای اینکه یه مطلب جدیدی رو یاد بگیرن. امیدوارم که توی این فاصله که البته خب خیلیاتون رو من از دوره قبلی میشناختم، نسبت به خرید بیت کوین اقدام عاجل رو انجام داده باشین، وگرنه یه گین گنده رو از دست دادین. اتر هم که ما با هم خیلی صحبت کردیم دیگه، خاطرتون هست دیگه، روی اتریوم با هم خیلی بحث داشتیم که این ارز ارز خوبیه، این سکه رو بخرید، این کوین رو داشته باشین، پلتفرمش پلتفرم جذابیه برای سرمایه گذاری به خاطر نوع کسب و کارش، دیفایی که توش انجام شده و خیلی مطالب این تیپی که میتونه خیلی برای ما مفید باشه. خب از جلسه قبلی، این جلسه چهارمه، چیزی سوالی وجود داره؟ من در خدمتتون هستم. تو جلسه قبلی حالا تا سوالا رو بپرسیم، یه زمان قابل توجهی رو گذاشتیم برای موضوع رینبو و S2F. S2F قشنگ اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که چه نکاتی توی S2F وجود داره، محدودیتاشو با هم دیدیم، گفتیم که خب این در کنار سایر ابزارها به عنوان یک ابزار تکمیلی مورد استفاده قرار میگیره. رو رینبو دیدیم، اینا رو همه لینک ها هم گذاشتم براتون که میدونید آنلاینش به چه صورتی، یعنی دیتای بروزش رو چجوری میتونید پیدا کنید. از اینجا به بعد کلاسمون و قطعا از اینجا به بعد تجربه کاربری که شما در حوزه کریپتوکارنسی خواهید داشت، یه سری اطلاعات، اطلاعاتیه که رایگان در اختیار کسی قرار نمیگیره، با دیلی میذارن، مثلا با 3 روز 4 روز فاصله میذارن و خب این اهمیت داره. شما ببینید تو چه، مثلا این رینبوه برام اگه تایم فریم های کوتاه مدت مثلا ساعتی رو بخوام ببینم برام مهمه، یا حالا سایر ابزارها. و خدمتتون عرض شود که یک سری هم گزارشاتی هستش که به خاطر حجم دیتایی که عرض شود وجود داره، یعنی اینکه مثلا میخوان یه ضریب همبستگی حساب بکنن و این ضریب همبستگی خب بین 8000 تا عرض شد دیگه، فکر میکنم خیلی چیز عجیب و غریبیه و به همین راحتی نمیشه خدمتتون عرض شود اینا رو با هم مقایسه کرد، ریسورس زیاد میبره، لذا نیاز هستش که شما یه سری گزارش ها رو بخرید و این خریده خیلی به قول یه مقداری برای هم برای ما سخته به خاطر بحث کردیت کارت و اینجور چیزا، همین که خب خیلی دوست ندارن گزارش رو بخرن، ترجیح میدن از گزارش های آماده رایگان استفاده کنن. من دارم دنبال یه نکته میگردم که خدمتتون بگم. ما در جلسه قبلی رسیدیم به حالا کل این مدل S2F رو دیدیم، بعد S2FX رو دیدیم، گفتیم که اینو میاد زمان از دلش در میاره و خیلی قشنگ میاد در حوزه چی بررسی میکنه، مقایسه با سایر منابعی که میشه سرمایه گذاری کرد، یعنی منابعی که با محدودیت عرضه در دنیا وجود داره، مثل نقره و طلا و خیلی از کانی ها که با این شرایط هستن و ارزش
دلاری بالاتری دارن، هرچی هم میره جلوتر قیمتش داره رشد میکنه. خب اینها رو ما با هم دیدیم و من صفحه اینجا رو بیارم. خب سوالا رو الان ببینم و رسیدیم به تحلیل داده. خاطرم هست که یه مقدار زمان کلاس هم بیشتر شد، اما رسیدیم به تحلیل داده. این فاز و خوشه بندی ها رو با هم چک کردیم و خدمتتون بگم که عدد SOF بیت کوین هم دیدیم 55 بود، طلا 55.9 بود. پیش بینی میشه مثلا تا 2028 به چیزی و بالای 100 واحد برسه. هرچی این عدد بزرگتر باشه ارزنده تر هست و میزان استخراج سالیانه به کل استخراج، یعنی کل استخراج انجام شده تقسیم بر استخراج که در اون سال انجام میشه بیانگر این عدده. مدل نقاط ضعف هم که گفتم با هم دیدیم و با هم توی کوین متریک هم تونستیم این دیتا رو به صورت لایو ببینیم. اینجا هم که توی این مقایسه کردیم، یه دوتا پردیکشن هم برای قیمت داشتیم. اتفاقا امروز داشتم یه دونه نموداری رو بررسی می کردم و اتفاقا پستش هم گذاشتم، نمیدونم اگر توی تلگرام عضو کانال من هستید، در خصوص استاک تو فلو دیفلیکیشن که بحث آندر والیو بودن بیت کوین رو داره، یعنی اینکه میخواد بهت بگی که این زیر ارزش واقعیه یا بالای ارزش واقعیه. و خب این برای ما خیلی مهمه از لحاظ اینکه بدونیم مثلا قیمت چقدر دیگر میتونه بره بالا. مقایسه سیز هم داشتیم اینجا و عوامل تاثیرگذار S&P این هم دیدیم که از بورس یه مقدار فاصله گرفت و رسیدیم به تبدیل فاکتورهای کمی و کیفی به تحلیل محتوا که بحثای اوسینت رو مطرح کردم و در خصوص پردازش اطلاعات رسیدیم به اون داستانی که ترامپ برای ریاست جمهوری قبلیش، نه این یعنی انتخابات اخیر، نه انتخابات قبلتر که اومده بودن از این تکنیک ها استفاده کردن تو بازار مالی هم که به مراتب از این استفاده میشه. حالا ما باید بتونیم از این ابزارها به نحو احسن برای خودمون مورد استفاده قرار بدیم. خب MVRB فقط برای BTC هست یا برای بقیه هم هست؟ ببینید این ارزشه، یعنی بحث MVRB، این ابزارها ابزارهایی که بر اساس دیتای توی بازار در میاد، یعنی شما فقط مختص به یه دونه ارز نمیتونید ببینیدش، بلکه میتونید تو ارزهای مختلف دیگه هم ازش استفاده بکنید. اما توی این حوزه که الان ما داریم هم کار میکنیم فقط MVRB در حوزه بیت کوین، یعنی مارکت ولیو تو ریلی تو ریلایز ولیو، ارزش تحقق یافته بیت کوین هست که حالا یه حداقل و حد اکثر بین 1 و 4 داره که میگه حالا این اسکور اگه بین این دوتا باشه، اگه 1 باشه اندر، یعنی میشه که این سیگنال بای بهش نگاه کنیم و اگر هم بالای 4 یا نزدیکای 4 باشه آماده خروج باید باشیم. اما در نظر داشته باشیم با یه فاکتور هیچ وقت نمیشه نظر قطعی داد. ولی یه چیز جالبی من امروز پیدا کردم داشتم میخوندم، گفتم برای شما هم بگم. یه سری فاکتور مثل MVRBR و MVRBZ و AP و S2FD و که امروز با هم میبینیم و PM و یه چند تا دیگه هم هست، اینا خدمتتون بگم که ابزارهای خوبیه بر اساس این استراتژی ها. شما یعنی این استراتژی ها رو دیدم که مثلا بک تست زده بود توی سایتی، اینا جز استراتژی هایی بود که احتمال برنده شدنش بیشتره که ما تو این دوره به اینها خواهیم پرداخت. من با توجه اینکه قبلا هم خدمتتون عرض کرده بودم یه جلسه ما باید اضافه کنیم این جلسه، چون دوره بعدی من از روز شنبه هفته آینده شروع میشه و همینطور کلاس دارم تا پایان سال، باید یا فردا برگزارش کنم، یعنی یه 2 ساعتی رو فردا با هم همین تایم باشیم، یا روز پنجشنبه یا روز جمعه. از بین این 3 تا یه تایمی رو با هم هماهنگ کنیم که من در خدمتتون باشم و یه تایمی بخوام باشه که حداکثر استفاده رو همه بتونن ببرن.
میتونیم به روش دموکراسی عمل کنیم، یه تایم رو همینجوری مشخص کنیم و بگیم همین است و ولاغه. آقای شاه محمدی هم زحمت کشیده بودن، چند تا نکته گفتن، من اینا رو نوشتم که امروز زحمت کشیدن، فایل صوتی هم گذاشته بودن، کاملا توضیح داده بودن به چند موردش امروز، اکثر موارد میپردازیم، نکات به درد بخور بود، فکر میکنم که لازمه که دوستان دیگه هم در جریان قرار بگیرن. چند تا وبسایت خوب به درد بخورم بهتون معرفی کنم که از اینها بتونید بهره مند بشید. و یه نکته دیگه هم بود، دوستمون که مسئول حالا زحمت تشکیل گروه ها کشیده بودن، یکی دو تا نکته به من منتقل کردن در خصوص محتوای دوره بود و اینکه حالا یه سری نقطه نظرهایی وجود داشت. من تقاضام اینه که هر دوستی که بدون هیچ تعارفی، ما هیچ بحثی نداریم دیگه با هم، قشنگ نکتهشو بگه، کجا مشکل بوده یا چه اطلاعاتی رو لازم داره که این اطلاعات گفته نشده. چون من قبل از اینکه بخوام کلاس رو شروع کنم، یعنی دوره رو بخوام معرفی بکنیم، سرفصل کامل رو گفتم توی اون لیست ای سمینار، توی سایت ای سمینار در وبینار مربوطه. پس چارچوب موضوع مشخصه، مگر اینکه حالا مثلا کسی این چارچوب رو ندیده باشه یا اینکه از این چارچوب یه توقع دیگه ای داشته باشه که میتونیم در خصوصش مستقیم صحبت کنیم. هر نکته داری حتما به من بگین، فیدبک های شما کمک میکنه که من هم بهره وریم در کلاس بالاتر بره. خب این تایم انتخاب اینکه با کی مناسب هست، و اگر اجازه بدین جناب آقای حمید توی اون چند دقیقه ای که استراحت میخوایم بکنیم تو اون تایم باشه. روز سه‌شنبه و چهارشنبه من دو تا سمینار رایگان دارم در خصوص آشنایی با حالا بحث کریپتوکارنسی، که البته شما دوستان شاید چون این دوره رو گذروندین، حالا اینم داریم میگذرین، خیلی براتون به درد بخور نباشه، یعنی کاربردی برای شما نباشه، اما میتونید چون رایگانم هست به دوستاتون پیشنهاد بدین که یه سمینار 2 ساعته است، توش میخوایم کلیات رو با هم مرور کنیم و من بیشتر هدفم سر نخ دادنه که از کجا باید شروع بکنن. تحلیل محتوا همونطور که گفتم بر اساس تحلیل پیام های زبانی شامل کشف معنایی، اولویت ها، نگرش ها، شیوه های درک و سازمان یافتگی یه جهان دست پیدا میکنه. این روش ها در رشته های گوناگون مثل علوم اجتماعی و ارتباطات، جامعه شناسی و علوم سیاسی خیلی کاربرد داره و آدم های متخصصی به این دارن کار میکنن. اوسینته که براتون قبلا توضیح دادم، بحث تقلب توی تولید محتوای فیک هست و درایو کردنش تو شبکه های اجتماعی که دیدین که الان مثلا یه پیام میاد سریع در لحظه داره توضیح میشه بین آدم های مختلف. خب مثلا این روزا بحث واکسن و نمیدونم این اخباری که پیرامون اون هست خیلی مهمه، و یا حتی مثلا اتفاقاتی که افتاد تا چند هفته اخیر، حواسمون باشه که ما خودمون الکی دامن نزنیم به یه چیزی، یه دیتایی که مثلا شک داریم توش، و خب اعتبار خودمون هم هست دیگه. یعنی این سیگنالای بورسی میمونه که میدن ملت رو میزنن تو در دیوار، سهمشون رو خالی میکنن سر ملت. تو این دیتا با دقت بیشتری ببینیم، کما اینکه یواش یواش این به قول معروف نگرشه، بعدا دیتایی هم که به دست ما میرسه هم یه جور فیلتر شده میاد از لحاظ کیفیت محتوا. روش تحلیل محتوا هم که اصلا یه روش جداگانه، ما با روش کاری نداریم، ما میخوایم بریم سراغ چی؟ سراغ این که ببینیم از این ابزار چجوری میتونم تو حوزه کریپتوکارنسی استفاده کنم. ما توی دوره‌ای که از ابتدا با هم گذروندیم تا الان با محتوای